در سال 1999 شرکت اسکورنیکس شماره دوم از بازی موفق پرسایت ایف رو منتشر میکنه. بازی که با انتشار نسخه دومش نوید تولد یه فرانچایز موفق و ادامه دار رو میده. اما به یک باره همه چی از بین رفت و بازی به دلایلی که هیچ وقت مشخص نشد در غبار زمان رنگ فراموشی به خودش گرفت. و حتی با انتشار نسخه PSP بازی بعد از سالها که البته یه اثر ناموفق بود هم نتونست خاطرات روزهای خوب گذشته رو تکرار کنه. اما هنوزم هستن کسایی که اون بازی ها رو کنسول پلیستشن وان تجربه کردن و منتظر احیای دوباره این فرانچایز. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با داستان شماره دوم از بازی پرسایت ایف. 3 سال از اتفاقات شماره اول بازی گذشته. آیا بریا از اداره پلیس شهر نیویورک بیرون اومده و حالا تو لس آنجلس برای FBI کار میکنه؟ آیا تو FBI تو بخش شکار موجودات به وجود اومده از میتوکندری یا به اصطلاح NMC ها کار میکنه؟ اون حالا یه هانتر یا شکارچی؟ همونطور که تو نسخه اول بازی گفتیم، میتوکندریا در واقع اندامکیه که سلول‌ها به کمک اون از اکسیژن و غذایی که میخوریم انرژی تولید میکنن. در واقع میتوکندری یه نوع منبع تولید انرژی تو بدنه. ظاهرن بعد از جریانای نسخه اول بازی، هیولاهایی که از میتوکندری ایجاد شدن به سمت غرب رفتن و خطر به طور کلی از بین رفته و آیا هم موجود جهش یافته دیگه‌ای رو در این مدت مشاهده نکرد؟ همونطور که گفتیم آیا به FBI پیوسته و حالا داره از نیروهای ویژش برای گروهی موسوم به میست که در واقع برای تحقیق و از بین بردن خطرات ناشی از میتوکندری ایجاد شده کار میکنه. اون تو اداره در حال تمرین تیراندازی، اما ظاهراً اوضاع قرار نیست به همین آرومی پیش بره. اون از همکارش یعنی پیرس میشنوه که حادثه ای تو برج آکروپولیس که در قسمت پایین شهر قرار داره اتفاق افتاده. و رئیسشون بالدوین آیا رو برای مأموریت به اونجا فراخونده. پیرس متوجه میشه آیا خسته به نظر میرسه و دلیلش رو ازش جویا میشه که آیا در جواب میگه مدتیه که خوابم به هم خورده و رویاهای عجیبی درباره خواهرم که از دنیا رفته میبینم. اون تو خوابهام از من درخواست کمک میکنه، انگار که یه جایی گیر افتاده باشه. آیا با ماشین زرد ویژش که اسمش کریه خودش رو به محل حادثه میرسونه، ولی به محض رسیدن یه هلیکوپتر روی ماشینای امدادی که نزدیک برج قرار دارن سقوط میکنه و منفجر میشه. آیا صحنه رو بررسی میکنه و با پرسجو متوجه میشه ارتباط با تیم ویژه‌ای که به داخل برج رفتن به مدت 10 دقیقه است که قطع شده. آیا وارد برج میشه و میبینه تمامی تیم ویژه به طرز وحشتناکی تارمار شدن. اما یه بازمونده از تیم ویژه پیدا میکنه که به شدت زخمی شده و روبه مرگه. اون مأمور با آیا میگه ما اینجا با هیولاهای واقعی مواجه شدیم و در ادامه با آیا درباره زنی صحبت میکنه که تو کافه دیدتش و از آیا میخواد بره و نجاتش بده. کمی جلوتر آیا یه مأمور دیگر رو میبینه که توسط یه هیولای کوچیک مورد حمله قرار گرفته. وقتی اون مأمور داره نفسهای آخرش رو میکشه، با آیا میگه این هیولاها اونطور که به نظر میرسن نیستن. آیا خودشو به کافه میرسونه و اون زنی رو که اون مأمور دربارش صحبت میکرد میبینه. اما اوضاع اونطوری که میخواست پیش نمیره. زن ناگهان تغییر شکل میده و به یه هیولای بزرگ تبدیل میشه که آیا تا به حال
ندیده بود. بعد از یه درگیری آیا موفق میشه اون هیولا رو از بین ببره؟ و با بررسی جسد به یه نوع ایمپلنت فلزی که در قسمت پشت گوش اون زن کاشته شده بوده دست پیدا میکنه و متوجه میشه این هیولاها کلن قضیهشون با بقیه هیولاها متفاوت. آیا وقتی میخواد اونجا رو ترک کنه اون هیولا زنده میشه، اما همکار آیا یعنی روپرت به کمکش میاد و دوباره اون هیولا رو از پا در میاره و با شلیک های متوالی مطمئن میشه که اون مرده. روپرت همچنین هیولاهای کوچیکی که تو اتاق هستن رو هم از بین میبره و از آیا میخواد با تلفن از رئیسشون یعنی بالدوین درخواست نیروی کمکی کنه. آیا به بالدوین زنگ میزنه و اونو در جریان اتفاقات قرار میده و میگه این هیولاهای جدید میتونن شکل انسان رو عوض کنن و در واقع در نتیجه تغییر فرم انسانها به وجود میان و در ادامه از بالدوین درخواست نیروی کمکی میکنه که بالدوین بهش میگه نیروی براش باقی نمونده که به اونجا بفرست. حالا دیگه آیا و روپرت باید به تنهایی از پس این قضیه بر بیان. اونا با بررسی دوربینای مدار بسته متوجه حضور یه مأمور دیگه میشن. آیا وارد ساختمونی که شبیه کلیساست در همون نزدیکی میشه و ناگهان همکارش روپرت رو میبینه که نقش زمینه و یه موجود عجیبی که بیشتر ظاهر انسانی داره با یه لباس یه سره رو سینه‌اش خوابیده. اون موجود به محض اینکه آیا رو میبینه بیدرنگ روپرت رو رها میکنه و با پرشی بلند و شکستن شیشه اونجا رو ترک میکنه. با نگاه کردن به اطراف اون انجیلی رو پیدا میکنه که توش از شکوفایی انگلها به عنوان نظم طبیعی گیتی یاد میشه و این مسئله رو به نوعی ترویج میکنه. آیا کمی جلوتر به صورت مخفیانه از مأمور تیم ویژه‌ای که قبلا توی دوربینای مداربسته دیده بود میشنوه که عملیات جمع‌آوری دوباره با شکست مواجه شده و به نظر میرسه این حادثه اتفاقی مثل حادثه‌ای که تو نیویورک اتفاق افتاده بود. این مأمور در حال صحبت با فریه که ظاهراً مافوقشه و بهش دستور از بین بردن همه شواهد رو میده و همچنین ازش میخواد که مطمئن بشه که میست یعنی همون گروه آیاینا مشکلی ایجاد نکنه. که اون مأمور در جواب میگه شماره 9 یعنی احتمالاً همون کسی که به روپرت حمله کرده بود اجازه این کارو نمیده، که منظورش اینه که در واقع شماره 9 اونا رو از بین میبره. آیا در ادامه متوجه میشه که توسط سربازای ویژه‌ای که از لحاظ سیستم عصبی ارتقا یافتن، یعنی درست مثل همون سرباز شماره 9 تحت تعقیبه. این سربازا از نیروهای خاص و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای مثل شمشیرهای انرژیزا و یا تفنگ‌های خاص برخوردارن و اسمشون هم گلمه. بالدوین با آیا زنگ میزنه و میگه یه هلیکوپتر تو راهه، هرچه سریعتر و هر جور که شده اون مزنون بمبگذاری رو دستگیر و قبل از انفجار اونجا رو با هلیکوپتر ترک کن. آیا سعی میکنه خودش رو به پشت بوم برسونه ولی نرسیده به پشت بوم دوباره اون موجودی که به روپرت حمله کرده بود رو میبینه. اون در حالی که داره بلند میخنده با آیا میگه من هم درست مثل خودت یه هانتر یا شکارچی هستم. اون چاشنی بوم رو با آیا نشون میده و شمشیر آتشینش رو با حرکتی روشن میکنه. آیا باهاش وارد درگیری میشه و نهایتا مجبورش میکنه که موقتا اونجا رو ترک کنه. اون موجود به ساختمان کناری میپره ولی قبل از رفتن چاشنی بمب رو جا میذاره. روپرت چاشنی رو بر میداره ولی دیگه دیر شده و بمب به هر حال در حال منفجر شدنه. آیا و روپرت موفق میشن قبل از انفجار با هلیکوپتر پلیس اونجا رو ترک کنن و ساختمان هم بعد از رفتن اونا منفجر میشه. روز بعد در دفتر اداره بالدوین با آیا صحبت میکنه و مأموریت دیگه ای رو بهش محول میکنه. گزارش شده که تو صحرای موهاوی احشام و گوسفندا توسط موجودات جهش‌یافته با میتوکندری مورد حمله قرار گرفتن و کشته شدن. بالدوین از آیا میخواد بره و بررسی کنه اوضاع از چقدر. آیا ماشینش رو آماده میکنه تا راه بیفته. اون همچنین ایمپلنتی که پیدا کرده بود رو به همکارش پیرس برای بررسی داده بوده و حالا پیرس با ایمپلنت نزد آیا میاد و میگه این قطعه این امکان رو فراهم میکنه که هیولاها بتونن توسط یه فرد ثالث از بیرون کنترل بشن. نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که داخل قطعه شن پیدا شده که این با قضیه گزارش‌های رسیده از صحرای موهاوی به نوعی
ارتباط پیدا میکنه. آیا با ماشین خودشو به شهر کوچیک درایفیل وسط صحرای موهاوی میرسونه؟ سکوت عجیبی حکم فرماست. یه بعد از ظهر داغ که به نظر میرسه اتفاق خاصی رو قرار نیست رقم بزنه. سکوت به حدیه که صدای جیرجیر علامتهای خشک و روغنکاری نشده هم به گوش میرسه. آیا کمی تو این محوطه که پمپ بنزین هم داخلش داره میچرخه، اما به جای آدمیزاد با هیولاهای جدیدی روبرو میشه. تو این محیط رها شده آیا نهایتاً با یه مرد روبرو میشه، مردی میانسال که تمام جوانب امنیتی رو رعایت میکنه و ظاهراً این محوطه و موتل و اتاقاش برای اونه و تله‌ها و درهای امنیتی زیادی اونجا تعبیه کرده و خودش هم گهگاهی به گشت‌زنی میپردازه و اسلحه‌های زیادی هم داره. اون مرد میگه که این شهر تسخیر شده و تعداد کمی از مردم که باقی مونده بودن هم یا کشته شدن یا فرار کردن. اون خودشو داگلاس معرفی میکنه و میگه اسم آیا براش آشنا به نظر میاد و انگار قبلن این اسمو شنیده. داگلاس یه اتاق با آیا میده و بهش میگه میتونی اونجا استراحت کنی و در ادامه میگه مواظب هیولاهای تغییر شکل دهنده باش، اونا هنوز این اطراف پرسه میزنن. آیا راه میفته و با خودش فکر میکنه که چطور به واسطه میتوکندری که تو بدنش داره هنوز جوون به نظر میرسه، در حالی که دوست داشته زندگی نرمال مثل بقیه داشته باشه. آیا وارد اتاقش میشه. اون از پنجره اتاق متوجه مردی میشه که بالای یه برج تانکر آب ایستاده. آیا از اون برج تانکر بالا میره و اون مردو میبینه. اون خودش رو کایل مدیگان معرفی میکنه و میگه در مورد NMC ها اطلاعات داره و همچنین گروه میست رو هم میشناسه. اون میگه من یه کارگاه خصوصی ام که مشغول جستجو و بررسی یه پناهگاه تو همین نزدیکی بودم، ولی هیولاها به ماشینم حمله کردن و من اینجا گیر افتادم. کایل با آیا پیشنهاد میده که بیا با هم یه تیم بشیم و به ادامه تحقیقات بپردازیم که آیا قبول میکنه. آیا در ادامه داگلاس رو میبینه و ازش درباره همون پناهگاه که تو نزدیکیاس سوال میکنه. داگلاس میگه میدونم منظورت کجاست. اون پناهگاه سابقا برای اسکان مردم بعد از انفجار احتمالی هسته‌ای حفظ شده بوده، اما چند سال قبل توسط یک کمپانی بزرگ خریداری شده. اینجاست که آیا ناگهان صدای یه جیغ میشنوه در حالی که داگلاس میگه متوجه اون نشده. آیا به سمت منبع صدا میره و در راه با یه سری گولم جدید و هیولا روبرو میشه و اونا رو از بین میبره. آیا بالاخره منشأ صدا رو پیدا میکنه که متعلق به یه زنه. وقتی خودش رو به اونجا میرسونه میبینی که اون زن کشته میشه، اونم توسط همون شماره 9 که تو برج آکروپولیس لس آنجلس دیده بود. آیا با عصبانیت از شماره 9 دلیل این کارشو میپرسه. شماره 9 میگه اونی که من کشتم یه زن نبود، بلکه یه هیولا بود که تغییر ظاهر داده بود و در ادامه بازم میگه منم مثل خودت شکارچیم. حادثه لس آنجلس رو به خاطر بیار، یه ساختمون منفجر شد و حدوداً 1000 نفر مردن، ولی در عوضش یه شهر نجات داده شد. آیا ازش میپرسه که تو کی هستی که شماره 9 شمشیر آتشینش رو سمت آیا میگیره و میگه میتوکندری من قوی تره و باهاش درگیر میشه. بعد یه مبارزه شماره 9 میخنده و میگه تو با ایو ارتباط داری و در واقع بهش متصلی. آیا وقتی اسم ایو رو میشنوه ناگهان دچار سردرد شدیدی میشه و چشمش سیاهی میره و نور عجیبی ازش ساطع میشه که باعث آتش گرفتن شماره 9 میشه. آیا یه رویای محو و مبهم میبینه که توش یه دختر بچه که کاملا شبیه مایا یعنی خواهرشه رو تخته ی آزمایشگاه بسته شده. اون بلند میشه و چراغ‌ها میشکنن و همین که راه میفته آژیر به صدا در میاد. در همین بین که آیا خوابه، کایل وارد اتاق میشه و با بررسی صحنه تفنگش رو سمت آیا میگیره که آیا ناگهان از خواب بلند میشه و به کایل نگاه میکنه و همین باعث میشه دست کایل در اثر نیروی درونی آیا آتیش بگیره.
آیا در ادامه از کایل درباره شماره 9 میپرسه که اون میگه وقتی من اومدم کسی رو اینجا ندیدم. کایل میگه داگلاس بهش گفته که اون پناهگاه احتمالاً آشیانه هیولاها یا در واقع همون NMC هاست. اونا به سمت ماشین آیا میرن تا حرکت کنن، ولی میبینن که ماشین آیا هم مورد حمله هیولاها قرار گرفته و داغون شده. داگلاس بهشون میگه میتونین از وانت پیکاپ من استفاده کنین، ولی به یه خورده تعمیر نیاز داره. تو این فاصله کایل به کافه میره تا استراحت کنه و یه خورده کوکاکولا بنوشه و آیا هم به اتاقش میره تا یه چرتی بزنه. آیا دوباره خواب اون دختر بچه رو میبینه که توی پناهگاه زیرزمینی گیر افتاده و داره از یه سری سرباز گلم فرار میکنه. آیا از خواب بیدار میشه و میره یه دوش بگیره. اینجاست که ناگهان زمین به لرزه در میاد. یه NMC قول پیکر که از ساختمون موتل هم بزرگتره به اونجا حمله میکنه و داگلاس و سگش رو که سعی در دور کردنش با اسلحه رو دارن به گوشه پرت میکنه. مثل اینکه این بار هم نوبت آیاست تا با قدرت‌های ویژه‌اش به داد اونا برسه و اون هیولا رو بکشه. آیا توی نبرد سخت موفق میشه اون هیولا رو شکست بده و از بین ببره؟ تو قسمت بعد میبینیم چه اتفاقایی در انتظار آیاه و چه رازی پشت خوابهایی که درباره خواهرش میبینه نهفته است.